خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همچنان همراه ما هستین در ایران گردی، اینجا استان هرمزگان، شهرستان بندر عباس هستش. ما از اسکله بندر عباس می‌خوایم حرکت کنیم، بریم به سمت جزیره هرمز، قلعه پرتغالی ها رو معرفی کنیم حضورتون. برای همین هم سوار قایق مسافری شدیم و از بندر عباس داریم جدا میشیم تا چند لحظه دیگه از هر وارد دریا و خلیج نیلگون همیشه تابعه پارس میشیم به مقصد هرمز. این وسیله که سوار شدیم بهش چی میگی؟ این شناور مسافری. شناور مسافری. چند تا چیز داریم؟ قایق داریم و لنج و کشتی بعد میشه؟ یه نوع از کوچکترین شروع میکنه. یه نوع قایق از کوچیکا برای صیادی میرن. پارو میزنن. آره، پالنجی بهش میگن. آره. پالنجی. پالنجی. آره. یه نوع دیگه هست. 18 فوت بهش میگن. یه نوع دیگه هست 20 فوت بهش میگن. این موتوری هست دیگه. آره. بنزین سوزا. آره، هر فوت برابر با 33 سانتی متر. 33 سانتی متر بزرگتر میشه. آره آره. خب بعد 27 فوت هم داریم. همجور دیگه میره بعد میشه لنج و بعد از شناور مسافری. آه، شناور رو. آره، شناور بعدش لنجه. آره. آره آره. این شناور هم فایبرگلاسه. شناور فلزی داریم، فایبرگلاس هم داریم. کدا بهتره؟ فایبرگلاس تاریخ مصرف داره. درسته فلزی هم تاریخ مصرف داره، ولی میشه تعمیر کرد. ولی اینو نمیشه تعمیر کرد. اینم میشه تعمیر کرد، ولی دیگه اون استحکام و خاصیتش رو دیگه کم کم از دست. خب سمت شما چی الان تو این شناور؟ سمت من تا 3 ماه قبل به عنوان ملوان بودم. آره. یک سال ملوانی باید دوره میدیدم که اون دوره‌ای که گذرانده بودم همون افسر دومی جی‌تی 500 یعنی به عنوان کاربر من یک سال گذروندم. الانم منتظرم فقط کارتم صادر بشه انشالله بیاد در خونم. چی افسر دوم؟ افسر دوم. بعد از افسر دوم؟ انشالله بعد افسر دوم من 2 سال که بگذره فرمانده کاپیتان جی‌تی 500. حسابی خیس شدم. آقا ما داریم این طرف میریم، چرا آب میریزه از پشت به ما؟ باده شناور حرکت هم که هست، باد هم که میاد. الان امروز دریا چطوریه؟ دریا امروز نسبتاً مواج. مواجه؟ نسبتاً. بعد من شنیدم بعد اگه برن هرمز هوا خراب بشه یه هفته هم باید بمونن اونجا. نه جورم نیست. مثلا معمولاً بعد از اون بستگی به جزر و مد داره. دریا توفانا بس دیگه به جزر و مد داره. یه مثلا یه هوایی هست با مد آروم میشه، یه هوایی هست با جزر آروم میشه. الان شما میرین کی برمیگردین؟ الان انشالله ما بریم ساعت الان باید بریم دانشجوها رو که رفتن امتحان بدن بیاریم. آها، زود برمیگردیم. آره زود برمیگردیم. خیلی خوب آقا، دست در نکنه، ممنون. شکر. چند دقیقه دیگه میرسیم هرمز؟ انشالله ETA ما الان از GPS نگاه میکنم بهتون. آه بهم میگی؟ آره. بریم GPS رو نگاه کنیم، همینه دیگه. آره همینه. کوه ها هرمزه.
دستگاهی که الان داری میبینی جی پی اس. اسپید همون سرعتشه، 14 گره دریایی، هر گره دریایی هم 1852 متره، نزدیک 2 کیلومتر. اینم دستگاه وی اچ اف یا همون بی سیم که ارتباط برقرار کردن با اون پورت یا شناورهای اطرافمونه. خب من نمیدونم این عدد 14 که کم و زیاد میشه سرعتمونه؟ سرعتمونه. یعنی چند کیلومتر داریم میریم؟ الان نزدیک به همون 35 کیلومتر، 40 کیلومتر. آره. هر نات دریایی 1852 متره، نزدیک 2 کیلومتر. چقدر دیگه زمان داریم تا برسیم؟ تایممون چه؟ ETA مون الان دیگه انشالله 7-8 دقیقه دیگه. بعد از مسافتی حدود 40 دقیقه رسیدیم به بندر هرمز و قرار با یه وصله بریم به سمت قلعه پرتغالی ها. تاکسی و سواری اینا نیست. برای اولین باره که سفر با این وصله میخوام به هر حال امتحان کنم. سلام دربنا. خوبین؟ همینجاست دیگه. با همین وصله سه چرخه میریم به سمت و سوی قلعه پرتغالی ها و قرار اون منطقه رو به معرفی کنم. آقا چقدر راه داریم تا قلعه؟ پنج دقیقه. بعد بیایی میذاریم اینجا، اینجا همون رو عوض میکنیم. آقا بریم. آقا یه پلاتو آقا توی شهر بندرعباس و موزه مردم شناسیش از قلعه پرتغالی ها و اون اتفاقاتی که افتاده بهتون گفتیم. خب یه فضای و اتاقکی رو به عنوان نماد توی موزه آماده کردن که اتفاقات قلعه پرتغالی ها در اون هستش. حالا راغب شدیم که بیایم از نزدیک این فضا رو ببینیم و به شما بینندگان برنامه همسفر معرفی کنیم. بعد اینکه در یک جزیره کوچک، گفتم جزیره هرمز حدود 42 کیلومتر مربع هستش، بعد کوههای بسیار زیبایی داره، ساحل‌های خیلی قشنگی داره و آثار تاریخی ارزشمند که یکی از این آثار تاریخی همین قلعه پرتغالی هاست که کمتر از 5 دقیقه ما رسیدیم به اون قلعه رو من دارم می‌بینم. چند دقیقه دیگه پیاده میشیم میریم توی قلعه و از اون فضا براتون میگیم. همونطور که داشتیم قدم می‌زدیم کنار ساحل تا هماهنگی‌ها انجام بشه بریم وارد قلعه بشیم، دیدیم یه زوج جوان اومدن قلعه پرتغالی ها رو ببینن. چندمین بار میای هرمز؟ اولین باره. اولین باره؟ بله. بعد به چه نیتی اومدی؟ به نیت ماه عسل اومدیم. ماه عسل؟ آن
خیلی هم خوبه، یعنی بعد از ازدواج اولین مقصد سفرتون بندر عباس بوده و هرمز. درسته؟ بله، منزل عموی خانومم. بعدش یه رفتیم جزیره قشم، از قشم هم اومدیم جزیره هرمز. عموتون شما بندر عباسی هن؟ یعنی بندر عباس زندگی میکنن؟ بله. خب پس اینجا آشنا داریم، پارتی رو داشتین بعد اومدین اینجا، هم معسل اومدن هم به قول معروف دیدار اقوام صله رحم. خیلی هم خوبه آقا، چجوری زندگی خوبه؟ فعلا که تا الان خوب بوده. شما چی، راضی هستین؟ بله خدا رو شکر. خدا رو شکر. چند وقت ازدواج کردین؟ نزدیک 5 ماه. 5 ماهه. انشالله که زندگیتون همینطور با آرامش و آسایش و به خوشی و شادی باشه. ممنون. خوبم هست. چقدر اهل سفرین خانم؟ تا جایی بتونیم که دوست داریم سفر کنیم. دوست دارین یعنی که اهل سفر هست، یعنی میرین سفر؟ بله هست. هستین؟ بله. شما چی؟ بله اهل سفر هستین. کجا؟ بله. ایران رو رفتین؟ من تا اون موقعی که مجرد بودم اردبیل، اصفهان، مشهد، دیگه عرضم به حضورت تبریز، دیگه بندر عباس سمت جنوب دیگه نایمده بودم. اینا که گفتین همه شمال بودن بیشتر. بله، قسمت جنوب بندر عباس. بله. شما چی، کجا ایران رو رفتین؟ ما یزد و ما بیشتر جنوب رفتیم دیگه، جنوب بودیم. ایشون شما جنوب رفتیم. کجا رفتیم؟ اصالتا کرمانی هستیم، بیشتر جنوب گشتیم. آه خیلی هم خوبه. چند از شهرهای جنوبی رو رفتیم؟ کرمان و بم و دیگه یزد و جیرفت و این طرف. بندر عباس هم که عمودون هستن دیگه، قاعدتا قبلا می اومدیم. بله. چند بار هرمز میای؟ هرمز دفعه اولمونه. دفعه اوله؟ بله. خب قراره کجای هرمز رو برین ببینین؟ کجاشو آشنایت دارین یا نه؟ من میام که تو بار اولمه. خب نه، برنامه‌ریزی نکردین کجا برین؟ قلعه پرتغالیا که معروف و مشهور اولین ایستگاهه. والا نمیدونم، حالا بریم ببینیم چی پیش میاد. انشالله سفرتون بی خطر باشه. ممنون. خیلی ممنون. تشکر. خب ما همچنان منتظریم که این هماهنگی انجام بشه، بریم به سمت و سوی قلعه پرتغالیا. یعنی ما دقیقاً کنار قلعه هستیم، منتظر کارشناس میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری هرمز هستیم، بیان اینجا ما رو ببرن داخل قلعه. همونطور هم که دیدین زوج جوان ماه عسلشون اومدن اینجا، به خصوص در فصل سرد زمستان که اکثر نقاط شمالی، جنوبی و همینطور مرکز سرده، هرمز بهترین جاست و بندر عباس بهترین نقطه است در جنوب کشور، کنار خلیج نیلگون. همیشه تا ابد فارس این پرندگان دریایی رو وقتی نگاه میکنین کنار ساحل، حس خیلی خوبی بهتون میده، آبی دریا، به خصوص که هوا هم بهاری باشه و خیلی خوب و زیبا. همسفر ما باشین. Thank you.
بطری ها رو وقتی میخواییم وارد قلعه پرتغالیا بشین میبینین که خانوما و بانوانش این بندر هرمز یا جزیره هرمز نشستن این بطری ها دارن میفروشن. بعد من کنجکاو شدم این چیه؟ گفتن جزیره هرمز 72 نوع خاک رنگی داره. اینا خاکن، خاکایی هستن که توی بطری کردن و به این زیبایی الان داریم میبینیم. سلام خانم. سلام. خوبین؟ اجازه هست من اینجا یه لحظه بشینم یه توضیح از شما بگیرم؟ شما اینجا چی کار دارین میکنین؟ چی دارین؟ خب اینجا کار نقاشی داریم انجام میدیم که پشت شیشه انجام شده. از مواد طبیعی استفاده کردیم که خطای مشکی که برای طراحی استفاده کردیم جوهر ماهی مرکب هستش. برای چسبوندن رنگایی که تو کوه هست، خاکای کوه، قبلا از شیره درخت انبو استفاده میشد. الان اینا از این خاکا استفاده شده؟ بله، چون اون درخت فصلیه از روغنجله استفاده میکنیم. رنگا رو از کوه میاریم، میکوبیم، علک میکنیم، پشت کار استفاده میکنیم، دوباره چسب میزنیم. این شن اکلیل دار اسمش اولوژیسته، ماها به خاطر رنگی که داره بهش میگیم سرمه، پشت کار استفاده میکنیم که با یک کار انواع رنگا پشت این هنر معرفی میشه. خیلی جالبه. نقاشی هم نقاشی خودتونه؟ نقاشی ها رو استادی از تهران آقای نادلیان بهمون آموزش دادن. بعضی از سرها رو از ایشون میگیریم، بعضی از سرها رو که خواست مشتری بوده، از روی عکس حالا بوده یا از روی کتاب بوده یا طرحی که خود هنرمندای بومی کشیدن استفاده میکنیم. یعنی نقاشی درختی که و پرنده‌ای که دست من هست خودتون رسم کردین؟ بله، اینا کارای لگوی کوچیکی داره پایینش. چون اینجا تقریبا 30 نفر خانومن که این کارو انجام میدن برای شناسایی کارا، این لگو پایین کار هست. لگوی خانوما با هم فرق میکنه. بله، این الان امضای شماست. بله، درسته. بله. یعنی بعد فامیلیتون چیه؟ اسمتون چیه شما؟ من فاطمه نساجی هستم. فاطمه نساجی. خیلی جالبه، خیلی قشنگه. صنایع دستی ارزشمندی که الان اینجا هست از رنگ طبیعی یعنی خاکهای خود جزیره شکل گرفته و به بهترین نحو و به بهترین شکل اینجا داره ارائه میشه. شما وقتی وارد جزیره هرمز میشین این بانوان رو میتونید ببینید. تمام این صنایع دستی مخصوص خود هرمزه، درسته؟ بله. از این بطری خاک های رنگی بگیرین تا این نقاشی های خیلی قشنگ، دستبند هایی که با صدف ها ساخته شدن و درست شدن. نمونه بارزش الان اینجاست. چی اسمش؟ زیدگی. زیر قابلمه. آره، خیلی جالبه و قشنگ. دستبندم که دارین. اینم صدف دلفینه. اینم صدف مرواری سازه. بعد این صدف رو همینطوری طبیعی توی دریا میگیرین؟ اینا صدف های مرواری ساز هستش که مرواردهای مرغوبش رو در میارن. دونه هایی که هم داخلشه مرواردهای نامرغوبه. آها، اینا قرار بوده مروارید بشن. بله. درسته؟ بله. خیلی جالب. غواص هم دارین دیگه تو جزیرتون دیگه. مردمتون غواصن میرن و صدف سید میکنن. چقدر قشنگه. اصلا ما هنوز نرسیدیم به قلعه، هنوز وارد قلعه نشدیم. بعد به ورود قلعه پرتغالی ها این منظرگاه رو دیدیم، گفتیم یه ایستی داشته باشیم، صحبت کنیم و توضیحات خانوما رو بشنویم در مورد هنرشون. چه هنری دیگه بانوان هرمز بلدن حالا به جز این صنایع دیگه؟ کار سوزندوزی انجام میدیم که باز تو همین نقاشی از گلای سوزندوزی استفاده شده. کار نقش حنا انجام میدیم که همین گلا رو با حنا طرح میذاریم برای مسافرایی که میان اینجا. دیگه زریبافی هستش، خوستوزی هستش که نمونه های از لباس ها باز اینجا برای فروش میارن خانم ها که کار سوزندوزی و خوستوزی انجام شده. درسته، خیلی هم خوبه. دست شما درد نکنه. این نقاش ها چقدر طول کشید تا شما یاد گرفتین؟ این نقاشی ها چند مرحله داره. مرحله اولش که همون کشیدنش بود که باز چون ما هایی که کار نقاشی میکنیم یا کار نقش حنا انجام میدیم، بعضی ها زود یاد گرفتیم، بعضی ها باز مثلا هنوز لرزش دست دارن. چقدر طول میکشه تا اینا بسازین شما؟ اینا چون چند مرحله داره ما ابتدا مثلا 5 تا 10 همین که دست منه چند روز طول کشیده تا آماده شده؟ چند وقت طول چون کشته؟ باید بذاریم تو آفتاب خوشه، 2 روز طول میکشه کارا. حالا تعدادش یا 5 تا یا مثلا یه دونه یا دو تا، بالاخره باید
چون مرحله اولش که خاکو می‌ریزیم بعد یه روز بذاریم توی آفتاب پشه، دوباره این چسب پشتش که می‌خوره دوباره بعد توی آفتاب بذاریم، دو روز طول می‌کشه. دو روز نقاشیش چقدر طول می‌کشه؟ نقاشیش بستگی داره که دست چطور باشه، کی هست مثلا کند می‌کشه، کی هست تندتر می‌کشه. شما دستتون تنده یا کند؟ متوسطه تر. چند وقت طول می‌کشه؟ بعد دیگه چون کارا باید کیفیت داشته باشه بیشتر وقت می‌ذاریم براشون. 25 تومن قیمت مناسب و خوبیه به هر حال، به خاطر اینکه به هر حال این هنر ایرانی ها هست، خیلی هم خوبه. دست شما در نکنه، اشتغال زایی هم شده. تشکر.